سلام و سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما از تجارت پیشه های دنیای ورزش افغانستان است. معلومات باور، عملگرا و به نظر دوستایش شیک پوش است. بهترین پیامی که برای همه ما میده ایست که هر کسی باید از خودش کسی بسازه. آقای امان الله نورستانی. بفرمایید آقای نورستانی. سلام. خوب هستین؟ سلام. خوب هست. تشکر زیاد. بفرمایید. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید نورستانی صاحب. انشالله خوب باشین. تشکر بسیار زیاد. سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون طلوع. خوب هستم. یک کمی مریض هستم. زکام گرفتم مرا. اگر صدای من البته و انرژی من به شکلی که مرا دوستای ما در تلویزیون دیده نبوده باشه، امروز در برنامه معذرت پیش از پیش میخوایم. شما انرژیتان کم نمیشه، من مطمئن هستم. خدا کنم. دوستان عزیز، حتما شب نبرد به یادتان است، نه؟ خانم ها آقایان، خوش آمدید به مبارزات آزاد حرفه‌ای بین المللی MMA در افغانستان در دور ششم شب درست شنیده نشد. یک بار دیگه. شب نبرد. یا الله. چند دسیبل بودم این صدا؟ 130 140 خو میپره ان شاء الله. شما واقعا شما واقعا نشنیدین ده دفعه اولی رو ببینید. از بس یک هیجان مثبت فوق العاده داره خواستم بار دوم بشنوم. دوستا هم شنیدن. ما بسیار خوش هستم که امروز آقای نورستانی را در برنامه با خود داریم. یکی از شخصیت‌های مشهور، چهره مطرح شده و جذاب دنیای ورزش افغانستان. در اول پیش از اینکه سوالا رو مطرح کنم، می‌خوام که در کمری خودتان به زبان نورستانی سلام علیکم بگوین. سلام ایسو سوندی وطن شنگی را جه عزیز براند و سوزند و امید کنم که شسوندی صحت تستدی البته و آفیت بابولن انشالله رحمان سرگه جا شسون نمایندگی یعنی جنسم خدا کلا که کتویریم و لنم بامگی شد از لسر بر بلا. چقدر عالی، بسیار تشکر. من بعضی قسمتاش فهمیدم، فقط بعضی لغتاش نفهمیدم. بعضی قسمتاش چطور است که زبان نورستانی هم البته یک زبان خیلی سابقه بومی افغانستان است و زبانها در طول مدتی که سرشان تیر میشه و در همسایه‌داری که زبانهای مختلف و فرهنگهای مختلف میباشه، البته اگر زبانهای غنیتر از خود کده داشته می باشه باز مخلوط میشه یکان لغت ها در بین ازی. نورستانی هم همچنان یک زبانی هسته که تا هنوز نوشته نداره. درست. فقط اما ما قطعات شعری دیدیم که با امی الفاظ و کلماتی که نوشته میکنیم شعر نوشته میشه، خب نوشته نداره تا باله. درست. و این مشکل زبان نورستانی است و متاسفانه کسی سر زبان نورستانی تا بال کارم نکرده، یک نوشته درستم برش ساخته نشده. پس یک کمی در الفاظ و در لغت ها کمبوتی زبان نورستانی داره. به این خاطر یکان لغت هایی که بر ما مشکل میشه در ما لغت های فارسی و پشتو را اضافه میکنیم. تقریبا در همه زبان ها میخصم است و به نظر من این از زیباییش نمیگاهم. ما شک داشتیم بلد هستن زبان نورستانی را. نه، ما باز دو زبان نورستانی را بلد هستم. خب البته لهجه است. نه، در داخل خوب. نورستان هفت زبان گپ زده میشه. زبان های جدا از هم؟ جدا از هم هستن همه زبان ها. لهجه نیست، باز در داخل زبان ها که از ما لهجه داریم. درست. من از کامدش نورستان هستم. در قوم باز در نورستانی که هستم ما در قوم بزرگ البته لسان کتویری میگیم ما. خب. که او از عبارت از کانتیوا و از مندول و از برگمتال هست و در بین از اینمی کتویری که هست لحجه ما باز کامدیشی هست. کامدیشی است. لحجه ما فرق میکنه، یکان لغت های بسیار خرد و ریزه هست که در بینش فرق میکنه.
خب همچنان شما باز زبان وامایی را دارین که خیلی متفاوت از زبان ما هست. امیر شما بلد هستین؟ نه، زبان وامایی را بلد نیستم، البته زبان ویگلی را بلد هستم که مادر ما که هست از دره ویگل است، بی بی ما که هست از دره ویگل است، پدرم که هست باز از دره کامدیش است. درست. پس دو زبان های مختلف است. اوکی. اصلا بیاین از این شروع کنیم، چرا نورستانی تخلص میکنین؟ این به خاطر پرسنل میکنم که ممکن من خودم 5 نفر دوستا یا 4 نفر امیال به یادم باشه دوستایم که هر چهارش نورستانی تخلص میکنن. تخلص اصلا به خاطر از این خود بود که تفکیک کنه که فلان کس نیست و فلان کس هست. اگر قرار باشه که دوستای ما از نورستان همگی نورستانی تخلص کنن، از لغمان لغمانی تخلص کنن، از کابل کابلی تخلص کنن، سخت نمیشه پیدا کردنشون؟ در داخل نورستان البته فامیل ها در شاخه های فامیل تقسیم شده. بله؟ ما بسیار زیبا و مقبول لغت های داریم که او من حیث نام فامیل یا تخلص استفاده میشه. لایماچ است، پرماچ است. آقای پرماچ یکی از نویسنده های خیلی قوی افغانستانم تیر شده و همچنان بسیاری حال شما البته در تلویزیون ها دیدین، شما میشناسین وریمات صاحبه. بله. این نامای بومی نورستانی است، بسیار به فرهنگ نورستانی نزدیک است و از اونم اونجا گرفته شده. البته من شخصا نمیفهمم که چرا نام بابا کلانم عبدالله وکیل عبدالله خان نورستانی بود و چرا آقایم خلیل الله نورستانی تخلص میکرد. خب فکر میکنیم که شما که میراثی است دیگه. به من میراثی هست، به من میراثی آمد البته وقتی که من خرد بودم. زیادم سر از این موضوع ما چرت زدیم. ما که وقتی در یک نقطه زندگی خود رسیدم که این چیز همه چیزا که هست بر من یک مانای خاص میدادن، البته من شروع کردم سر از این چرت بزنم که چی تخلص ما داشته باشم، چرا نورستانی یا چرا نه. خب برای فکر کردیم و خیلی زیاد فکر کردیم. بس همیشه بحثی از این می باشه که چرا یک آدم نام خود نورستانی میمانه، دیگهش لغمانی میمانه، دیگهش قنداری یا تخلص خود. ببینین ما یک قوم بسیار کوچک هستیم و اگر کل نورستانی‌ها را داخل افغانستان، کسی که مقیم نورستان هست یا کابل است یا جلال آباد یا تیتو پاشان هستند، نورستانی‌ها در پغمان هم مستقر هستند، نورستانی‌ها در کاپیسا هم مستقر هستند، از خاطر زمین دیگه نام نورستانی کم چیز میشه. کلش اگر شما یک جای کنین، شاید ما یک 8 لک 9 لک تا 1 میلیون نفوس شاید داشته باشیم. درست. ایرم یک کم مبالغه میکنم من. و من اینطور فکر میکنم که اگر به نام نورستانی من خودم، البته اگر در میدیا هم هستم، یک چهره هستم که همگی من را در تلویزیون میبینه، پس چی خوب از این پلتفرم استفاده کرده، فرهنگ خود، مردم خود و همچنان جای خود از منطقه که من هستم، ایره به تماشا بکشم، به مردمایی که البته از نورستان واقف نیستن، آشنا نیستن، نورستانی ها نمیشناسن. البته ایره میتونستن بدون از اینکه نمیتون نورستانی تخلص کنن. باز مشکل میشد. باز ما باید میششتم در برنامه های سراچه هر جای هر جای اول توضیح میدادید که اول توضیح میدادم که نورستان چی است. بعد از او حالا که مردم میبینن در تلویزیون نمانلا نورستانی، شاید یک گوگل کنن که نورستانی از کجا هست و نورستانی چی است، نورستان چی هست. و حال زیادتر البته شما در برنامه های توت هم میبینین در یوتیوب و تلویزیون طلوع هم کسی یک داکیومنتری سر نورستان جور کرد. ما به یک رپرزنتیشن یا یک نمایندگی از نورستان میخواستم بکنم، در وقتی که البته به فکر و عقل خود رسیدم که آیا اینمی نام بر من جایز است که سر خود بانم یا خیر. من یک افغان هستم، یک افغان متحد هستم. من میگم که من فخر و افتخار سر از این میکنم که من یک نورستانی هستم. از او که در افتخار بیشتر و کلانتر برای من این است که در مسائل ملی که است، من از نورستانی بودن خود گذشته سر افغان بودن خود تأکید کرده. درست. و اگر قربانی در بین از اینجا
نورستانی بودن ما میشه به یک ایده یا مفکوره ملی و فراتر از وطن ما. به خاطر ملی شدن؟ من حاضر به ظلم و قربانی هستم. فکر میکرم که کلانترین افتخار یک انسان که هست قربانی دادن هست. بله، پس بله. افتخار بدونش. نورستانی بودن دارم و از او کده افتخار ملی بودن و افغان بودن بله. زیاد است. بله. پیش دیگه وقفه بریم در مورد فرهنگ نورستان بگویم، چون خیلی جذاب است. هرچند در مورد ازی هم سوالات بسیار است و هم لازم است که آدم چندین تا داکومنتری ببینه، چند برنامه باشه که آدم بگویم. یک چیزی که بسیار مشهور است، در نورستان خانمها بیشتر از آقایان کار میکنند. بله. و ای از فکر میکنم از بسیار قدیم است، درست؟ میشه بگوید مثلا چند فیصد کار درون خانه و بیرون خانه را مثلا میکنن؟ 70%؟ ببینین، گفته نمیتونیم که خانم ها از آقایان که بیشتر کار میکنن داخل نورستان. وظایفشان تقسیم است. جایی که خانم ها کشت میکنه در زمین ها، جایی که خانم ها البته چوب میارن به سوختاندن، جایی که خانم ها البته او میارن، مردای خانه که هست باز چوبانی میکنن. بزو بزغاله هست که واره سر کوها میبرن و میچرانن واره، و باز در زمستان در بانده ها سه ماه چار ماه کت مال و مویشی خودی ها وقت میگذرانن. کارهای خیلی گرنگ که هست او کار مردا میباشه، و کارهایی که البته کارهای روزمره است، او دادن اگر باشه کشت هر چیزی که در نورستان و در منطقه شان البته حاصل میتا باشه، یا که هست در جمله وظایفی هست که به زنا که هست زیادتر مردم میمانن، این موضوعات هست. و فکر میکنم یک بلنس بسیار خوبه هست. و این میشه بگین از چه وقت هست مثلا؟ میتونه بگیم چند قرن یا بسیار وقت؟ از بسیار وقت نمطور هست. اگر شما تمدن یونانی را ببینین، و گفته میشه که نورستانی ها که هست از تمدن یونان داخل افغانستان مستقر شدن پیش از سکندر مقدونی. اگر شما اونجا ببینین، زیادتر البته در خانواده یک زن در اجتماع البته بومی یونانی، نقش یک زن از مرد که البته در اجتماع بیشتر بود، در اجتماع خانوادگی، و همچنان زنها هم که هست مصروف اینمی کارا بودند در او وقتم، و مردان که هست البته مصروف کارای بودند که بیشتر انرژی و قوت و چیزی به کار می برد که او توانایی را البته مرد داشت. جنگ باشه یا گفتم برتان که سه چهار ماه زمستان در برفاد سر کوه داخل بانده کته و مال و مویشی خود زندگی کردن باشه، بر از او هر چیزی که وان نیاز دارن تا که زنده باشن او آوردن باشه یا درست انجام بده، دور درست انجام بده. پس یک تقسیم بسیار خوبی هست. چیزی که از دور دیده میشه در این خانمها شجاعت و همت و مقاومت و توانمندی کار بیشتر است نسبت به در مقایسه با دیگران. در این مورد حتما صحبتایی هست که باید انجام بدیم، اما قبل از اینکه سوالات دیگر بپرسم یک وقفه کوتاه میریم، پس برمیگردیم. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه است. آقای امانالله نورستانی میمانه ماست. میگن شما زیاد جغرافیه کره زمین بلد هستین. حتما زیاد سفرها داشتین، گشتین، دیدین، و در این نقشه که اینا رو بلد نیستین زیاد، از نزدیک دیدین. به من اینکه یک سوال چی بکنم؟ امتحان نگیرین. نه، یک سوال باز. امتحان دیگه. مثلا از نیوزلند تا فرانسه چقدر پیاده روی است؟ پیاده روی نیست، به خاطر اینکه در بینش بحر است. نیوزلند نزدیکترین کشور نیوزلند، البته نزدیکترین همسایه نیوزلند فکر میکنم استرالیا است. استرالیا است، بله. و در بینش خیلی یک بحر کلان است، پیاده نمیدانین برین. نه، سوال ما اصلا نیست، اون نیست. اصلا سوال ما این است که چطور جغرافیا را بلد شدین؟ زیاد نقشه در گوگل چک کردین یا رفتین؟ نه، البته من
دوستا در مورد من یکان دفعه یکان شوخی میکنه در مجالسم که ششته باشیم یک سوالی که من زودتر جواب اگر بتم باز میگه این انسایکلوپیدیا گپ میزنه. انسایکلوپیدیا بله. معلومات زیاد من همیشه خوش داشتم که داشته باشم پیش خود. همه چیز. فرق نمیکنه. درست. هر چیز که پیش آمد خوش آمد. در موردش میخوانم. بیشتر نخواستیم که متخصص یک چیز باشم. بیشتر ولی فکر میکنین که انسان ضرورت داره که معلومات عمومی بله، داشته باشه. بله. درست. انسان خیلی ضرورت داره که معلومات عمومی داشته باشه و در خیلی جایها که هست منم خیلی کمک کرده. معلومات در مورد هر چیزی باشه او علم است و از هر طریقی که باشه او را شما باید به خود داشته باشین. درست درست. حتما تاریخ هم زیاد بلد هستین چون تاریخ و جغرافیا بسیار نزدیک، هرچند اگر نزدیکم نباشه این قسم مشهور شدن. من قبل از اینکه در مورد تاریخ هم چیزایی بپرسم، چند تا عکس داریم، فکر میکنم یک عکس هم مربوط به تاریخ باشه. همکارا لطف کنین عکس ها رو بیارین که ما منتظر هستیم و نظر بتن نورستانی سیب. خب این عکس ما احتمال میتونم که در نورستان باشه، در برف ها و زمستان ها. نه عکس بسیار تاریخی است و تاریخ از این عکس خیلی خوشایند است. آقای دریا، به خاطر از این که این دو دوستای ما، یکی میر حسیب الله وایزی و دیگه فرهاد الله عبدالرحیم زی سیب، ما رفته بودیم بار اول بامیان. خب و در ریزورت اسکیشان بودین و همینجا پرسر اگر شما میبینین این مردمی که جمع شده، این مسابقه اسکی بود که ما میخواستیم ببینیم از نزدیک. خیلی یک سفر تاریخی بود. خواه. و هر دو دوستای ما فعلا در امریکا مستقر هستن و همیشه یک عکس بنر فیسبوک ما هم است. خب خیلی دوستای نزدیک من، دوست چی بگم دیگه، فامیل است، برادرای من. بله مستن. شما در این مشهور هستین که دوستای نزدیک زیاد دارین. میپرسم عکس بعدی. بله این بود که من میگفتم تاریخ. این عکس توضیح بتین؟ این عکس تاریخی است. البته اگر شما طرف دست چپ سکرین متوجه شوید، این وکیل عبدالله خان نورستانی هست، بابا کلانم است، پدر پدریم. درست. و پالیشان که هست کوین الیزابت دنمارک است و پالو ازوا که هست لنارد ادنبرگ، یکی از جامعه شناسای دنمارکی هستند که یا در دنمارک فعلا اینمی عکس گرفته شده. تاریخش درست بلد نیستم، خود 1960 نزدیکای 1960 1970 گرفته شده اینمی عکس. درست. دیگه بابا کلانم به خاطر از اینکه فرهنگ نورستانی را یک کم وسط بته و مردم آگاه کنه در مورد این فرهنگ بومی افغانستان، در یکی از میوزیم هایی که بیرون از کوپنهاگن هست یک اتاق نورستانی را جور کرده بود. درست. که در او اتاق نورستانی امو سالها خب این تصویر مربوط به اون وقت است. در اون وقت است. درست. و این عکس که شما میبینین، حالا میبینین شما این وقتی است که بابا کلانم البته کل کارهای خود خلاص کرد و خیلی خسته شده. روزی است که شاه و همچنان ملکه دنمارک باید می آمدن از ای اتاقی که یا جور کردن، چوکی را شما می بینین، ستون را شما می بینین، از نزدیک تماشا کنن و از دستی که زیاد خسته بودن خواه کردن پشت سر. بله دیگه به خاطر از اینمی کارش که از باز شاه و همچنان ملکه دنمارک یک خطاب جناب خطاب می تن بنام سر. Yes. سر که است در وقتهای قدیمی اروپایی به نایت های می دادن. نایت یک کسی می بود که یک سپاسالار می بود. و وقتی که او جنگ های البته شمشیری خلاص می شه و جنگ ها مادرنایز می شه، این لقب سر که است از نظامی ها را می تواند، البته ملکی مردم هم می تواند وقتی که یک منزلت خاص است. بله. یک منزلت خاص است وقتی که یک ملکی را شما لقب سر می تین، مانای ازی است که اید محترمین از اونمون جامعه بل شامل بل میشه. برسته. و این خطاب که است از کشور دنمارک بابا کلانم داشت. درست. و مدالشان هم تابال موجود هست پیش ما که گرفته بود و این افتخار افغانستان است. بله. این عکس ای البته اونمون سرتیفیکیت هست که از رویش البته در دینش نشسته، ای در زبان دنمارکی است، من خوانده نمیتونم، خود ترجمهش همین میگه که البته اونمون سنده هست که به اون سند به بابا کلان ما لقب سر داده بودن. خب به اساس همین سند. بله. درست. موزیم های مثل این در 60-70 سال گذشته
در مورد نورستان وجود داره و عین امین نمونه ها مشابه امی که در عکس بود در افغانستان هم در موزیم هست، یک بخش خاصی که در مورد نورستان است. بسیار زیبا بود، فوق العاده عالی. حالا در مورد دوستتون صحبت کنیم. چطور میشناسین واقعا که یک دوست صادق است؟ ای آزمایش میکنین یا حد سروانی بسیار عمیق دارین در مورد؟ فضل الله استقبال یک روز یک کسی از پیش ما پرسان کرد، گفت کلانترین دستاورد چی است؟ من زیاد چیزا دارم که میتونستم نام بگیرم از او. خب من گفتم کلانترین دستاوردم دوستای من است. میشه بگوین چقدر دوست دارین؟ تخمین میدونین؟ البته سلام علیکم که من کته خیلی مردم، من بسیار آدم اجتماعی هستم. نه او دوستای خاص من که هست یک حلقه مشخص است که دو نفره که شما دیدین دو حلقه هستن. از اون دوست و آقای وحید رحیم دلام است که شما میشناسین، واره در برنامه طلوع اشتراک کرده. بله. استاد وحید الله شفیق است که استاد بزرگ ماست، بیادر بزرگ ماست و زیر دست از اونمو آدم ما کلان شدیم. زیادتر اجتماع را که هست از اونمو آدم شناختیم، ادب یاد داد بر ما و همچنان دیگه دوستایی هست که فعلا در افغانستان نیست. من جمله نامایشان گرفته میرم دیگه، اگر وقت داره نثار هست، نثار سلطانی فعلا در امریکا هست و همچنان نظام جان کلشه نورستانی هست که واد ایتالیا زندگی میکنه و اینجا اجمل جان نایب زاده هست که فعلا در کابل است. این دوستای علقی هست که اگر نام کسی از یادم میره بچه ها فکرتان باشه و باز بیاب میکنه مرا زنگ میدون نام مرا نگرفتی. من اصلا یک بسیار کتاب بگوین، اصلا میخوایم این رو بفهمم که چطور اینقدر دوستای آرش ورشان، عدنان ورشان، مردوشان بچه های کاکام هستن، دوستای خیلی نزدیک هم هست. پیدا کردن دوستای بسیار صمیمی و صادق سخت است یا آسان؟ خیلی سخت است. باید وقت زیاد را سرمایه گذاری کنیم. ببینین دوستی کار خیلی سخته است و آقای همیشه مرا میگفت، میگفت بشیم فکر نکن هر کسی دوستت هست، به خاطر از اینکه هر کسی که میخوایی که دوست تا آخره باشه تو هم باید دوستش تا آخره باشی. یک چیزی هست که خیلی وقت زمانگیر است و ثابت کردن دوستی کار خیلی سخته است. یک داد و گرفته هست که باید بسیار آدم دو حساس باشه، بسیار متوجه باشه و خیلی هم صادق باشه. بله، پیش بره و برسه یک زمانی که آدم بتونه اعتماد کنه دیگه. میشه و اعتماد تر نیست که شما یک چیز یکان دفعه همین یک آدم رو میبینین که تش جور میاین بسیار زود اعتماد میکنین. یکان دفعه تر میشه که بارها یک آدم باید شما خود ثابت کنه در دوستی. بله. که اون اعتماد کامل به دست بیارین شما. اتو کنم فرمول دوستی نیست که بگویم که یک فرمول هست که یک سال صبر کن، دو سال صبر کن، سه سال صبر کن، باز اعتماد که سر یک نفر. درست. آدم خوب شناخته میشه، دوست خوب شناخته میشه. اگر از کارهای بد تو را مانع میکنه در راه درست میارید و کمک میکنه، کوشش میکنه که اون روز خودت خوش باشه، از خود تیر میشه. چی میگذره سر من در روزی که من میایم طرف وظیفه یا کت دوستای خود، از اون من بگذرم و یک کم درک کنم که ای بیادر دیگه ما که دوست میگه می نمیره، شاید ای هم یک روز بده داشته باشه. بگذرم از کل غمای خود تا که یک لبخند برای یک دوست دیگه ما بتانم ایجاد کنم. او یک چیز هسته که هر کس نداره و اگر او رقم آدم شما پیدا کنین از او آدم تیر نشین هیچ وقت. هیچ وقت. بله. هیچ وقت تیر نشین. بله. قبل از اینکه وقفه بریم فقط یک کلمه بگین، چرا کمتر میخندین؟ عادت تان است یا فعلا؟ نه من البته خیلی زیاد میخندم، از من خنده های من خیلی زیاد است. مثل شب نبرد تان ورس. شب نبرد یک موضوع خیلی جدی هست، من خیلی زیاد خنده میکنم. امروز دو گپ است، اینه دو موضوع. یک پیشانی بسیار خرد دارم، اگر متوجه شده باشین. بله. پیشانی من خیلی خرد است، من اگر که میخندم هم این پیشانی من که هست یک ذره چنگ میخوره. مردم فکر میکنن که آدم همیشه بسیار جدی است و همیان فکر میکنم گارد میگیرین. یک مشکل من این است. مشکل دوم البته همیشه که وقتی در برنامه ها ما آمده ایم در برنامه ها موضوعات خیلی تند بوده، داغ بوده. و همیشه در مورد یک مشکل نه یک مشکل در ورزش های که هست ما گپ می زدیم و باید جدی می بودین. باید جدی می بودم. بله. امروز من مریض هستم. انشالله شفای عاجل. خب فکر می کنم نوبت وقفه است. شما
بیننده های عزیز با ما باشین، فقط یک وقفه کوتاه داریم و ادامه میدیم. خوش آمدین ادامه برنامه سراچه است. راستی یعنی زد و خورد افغانستان بسیار کم بود که آمدین مثلا SLFC را ساختین، این مرکز مسابقات چی شد؟ والا این سوال بسیار خوب مطرح کردین شما. ببینین SLFC البته یک سازمانی بود که بسیار یک مفکوره جامعه داشت، فعلا هم داره، داشت. من نمیفهم که چرا من دمازی گپ میزنم. زد و خوردهایی که در داخل کیج میشه اون تحت یک قانون و قوانین واحده MMA هست. البته اونجا رفری ها موجود است، اونجا قوانین موجود است و همچنان که یک پلتفرم بسیار خوب برای ورزشکارا بود. ببینین تا وقتی که SLFC در داخل افغانستان نامده بود هیچ ورزش نهادینه نشده بود در داخل افغانستان. درست. هیچ سیستمی وجود نداشت و میلیون ها و میلیون ها دلار را کمیته المپیک و همچنان ریاست تربیت بدنی به مصرف رساند. خب هیچ کسی نتوانست بدون از اینکه یک سیستم منظم ایجاد شود، هیچ کسی نتوانست که داخل یک سیستم یک برنامه بسازه که مردم طرف از اون برنامه ببینه و شوق زیر پیدا کنه که یک روز ما اینجا باشیم. چند ورزشکارای بسیار محدود ما از توانایی های خودشان، البته که نثار بهابی بود و روح الله نیکپا بود، ببینین یا دو تا مدال کسب کردن در ورزش تکواندو، چقدر جوانا را یا جذب کرده تا نیستن در داخل ورزش. البته وقتی که نثار بهابی و روح الله نیکپا در داخل المپیک می رفتن و این مدال ها را کسب می کردن، یک دو سه نفر داخل فدراسیون تکواندو کشور کسانی بودند که کتزیا خیلی زیاد کمک کردن در بسته‌بندی سیستم، در چوکات سازی زنمی. درست. سیستم ورزشی که یکیشان که هست استاد ربانی هست که تا بال هم من سپاسگزار هستم به خاطر از اینکه یک خدمتکار خیلی خوب ورزشی افغانستان تیر شدن. درست. و یک استعداد که در داخل یک سیستم منظم بیایه او رشد بکنه. بله. اگر سیستم وجود نداشته باشه، استعداد داشته باشه، استعداد عیف میشه. و اگر البته استعداد باشه و سیستم نباشه، باز هیچ جای نیست برای ورزشکار داخل افغانستان. آله خو این چیزی که مطرح میکنین آیندیش هم یک مسئله است. آیندی این سیستم، آیندی چیزی که تا هنوز ساخته شده همین کم چی میشه؟ آله چطور میسنجین مثلا؟ آینده ازی خو فعلا البته ربط داره بر امارات اسلامی افغانستان که در چارچوکات ورزشی خود آیا ورزش MMA را جای میته یا نه. ما فکر می‌کنم شما چیز پیام دریافت کردین؟ تابال خو گپا جریان داره و تر جواب مطلق بر ما ندادن. خب تا فعلا هم آقای مبارزم که رئیس مبارزات، البته رئیس فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان است یا در جریان هستند، که شان دیروز هم کت آقای مبارز دیدم، گفت ما مذاکره داریم تا بال کنم جواب قاطعی را دریافت نکردیم. فکر میکنید اگر رد شود چی دلیل خود وجود خود داشت؟ چرا اگر رد شود خود دلایل شرعی شاید باشه. اگر در شریعت روا نیست چرا دعاله میکردیم دیگه؟ ببینین این بحث خیلی کلان است. روا بودن ازی در شریعت البته جای خود داره، در او بخش ما نمیخواهیم که بحث کنم. دلایل وجود داره، حدیث وجود داره که یکان کارا که هستم من است در شریعت. خب اونجا دیگر روایت های حدیث های هم هست که اگر یک چیزی به جامعه و به جامعه یک چیز مثبت تقدیم میکنه، اگر اشتباهات خرد و ریزه اونم کار داره او پذیرفته میشه داخل اسلام. بله. ورزش متاسفانه و ورزش های رزمی افغانستان متاسفانه داخل افغانستان مردم زیاد کار میکردن، مردم زیاد ورزش های رزمی را تعقیب میکردن بدون از اینکه کدام هدفی داشته باشه. و زیاد مردمی که زیاد بچه‌ای که از این توانایی خاص و تکنیک های رزمی استفاده نادرست میکردن.
شما میدیدین که در کوچه ها و در جاهای مختلف اگر چاقوب کشی میشد، جنگ میشد، حق گیری میشد و باندهایی که وجود داشت که یا یک حرج و مرج و در داخل جامعه یک ناامنی را پیدا میکرد، در این باندها زیادتر بچه‌ای می بود که ورزشکار می بودن. در حالی که ورزشکارا طبق اصل فلسفه ورزش باید اینا چی باشن؟ اخلاق ترویج کنن. بله، خب برزوان به هر کسی که رئیس باند بود، هر کسی که رئیس از اونمو گروه بود، برشان خیلی یک گزینه خوبه است که یک ورزشکار رو بیاید جذب کنه، به خاطر از اینکه قوی تر از دیگه مردم است. استفاده کنن، درست. کار از اونمو است که مردم از زیر بگیرن، لات کنن، پولشان بگیرن و فیلم هم دیده باشن. فیلم هم دیده باشن. پس هر ورزشکاری فرض مثلا هر ورزشکار نمیتونم بگم درست است که بعضی ورزشکار البته در این همین راه می رفتن. و او به خاطر از این بود که کدام راه دیگه برشان وجود نداشت، کدام مفکوره نبود، آینده خود نمی دیدن. هرچند که هر ورزشکاری که من بسیار ورزشکارا رو دیدم، حقشان پایمال شده، حقشان خورده شده در تیمای ملی به خاطر ازی که یک کس دیگه واسطه داره راه پیدا کرده، یا بهتر ورزشکار هم بودن راه پیدا کرده نتونستن، در سفرهای خارجی هم نمایندگی افغانستان کرده نتونستن، دل سرد شده بود ورزشکارا. بله. و وقتی که سازمان SLFC آمد با قوانین خاص خود، با یک سیستم بسیار شفاف و یک بسیار سیستم سری که در اونجا هر ورزشکار با زور مشت خود، با تکنیک های MMA خود میتونست که خود ببینه که یک روز من میتوانم که به این کمربند خود برسم. یک پلتفرم بود که یک زمین سازی خیلی حساس به داخل افغانستان در بخش ورزش کرده. پس ما اگر من حیث یک سازمان و من حیث یک فرد در جامعه اگر توانستیم که البته می سوژه ورزش به اصطلاح درستش به جامعه تقدیم کردیم، پس من فکر میکنم که خیلی یک افتخار بزرگ است برای افغانستان. جدا امینجا، قبل از اینکه وقفه بریم، خیلی کوتاه در مورد نقش تیم نشراتی هم بگوین که با شب نبرد همکاری های تلویزیون طلوع چی کمک کرد و در این سیستم سازی؟ ببینین، روز اولی که ما میخواستیم که سازمان رو جور کنیم، هدف مشخص ما بیادرمه اینه می بود که یک روز ما اگر نشرات میکنیم غیر از تلویزیون و طلاع کت دیگه کسی نمیکنیم. درست. به خاطر ازی که من از دوستای ما که تلویزیون و طلاع هست و بخش تکنیکیش و همچنان بخش پروڈکشن و دیگه و دیگه از بسیار نزدیک واقف بودم، دوستای زیاد ما هست که اینجا کار میکنم، و من میفهمیدم که این توانایی را به مو فکر و به مو سیستمی که ما میخواییم و به مو وسطی که ما میخواییم که امی برنامه داشته باشه غیر از تلویزیون طلوع داخل افغانستان کسی کردن نمیتونه. و سال 2015 به می تصمیم رسیدیم که این سازمان رو جور میکنیم، باید پارتنر ما تلویزیون طلوع باشه. و سال 2017 ما با مو تفاهم رسیدیم و تلویزیون طلوع که هست پارتنر ما شد در بخش نشراتش. و شما اثر زیر داخل افغانستان خو البته داره یک بار کسی را داخل ایران، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، البته تا روسیه، بلاروس، یک چند تا دوستایی که شما اونجا دارین غیر از افغان، یک چند تا را زنگ بزنین پرسان کنین که برنامه شب نبرد دیدین یا خیر. بله، بدون شک بسیار زیبا و فوق‌العاده بوده، خصوصا امو صدایی که میشنویم. شکر. میریم یک وقفه کوتاه، باز هم سوالات بعدی در مورد سوشال میدیا است، با ما باشید. ادامه برنامه سراچه. یک چیز جالب در مورد شخصیت شما، آدمی که از نظر اجتماعی فعال هستید، دوستا و روابط زیاد دارید، اما در سوشال میدیا کمتر فعال یا غیر فعال، چرا؟ این سوشال میدیا اگر کل وقت ما رو بگیره، ما به دیگه به نظر شما 10 دقیقه وقت نمیدین. نه، من در ماها سوشال میدیا رو، شما اگر صفحه فیسبوکی من رو چک کنین، شاید آخرین پست من 2 ماه پیش باشه. اصلا سوال من میاد چرا؟ یعنی در موردش چی نظر دارین اصلا؟ من فکر میکنم که ضرورت نیست به کل جهان که بفهمن که امان الله نورستانی ساعت 2 بجه چی خورد.
سبا کجا میره؟ در دبی در کدام هتل نان میخوره؟ که چند نفر دوستای خود است؟ زندگی شخصی میباشه و میخوای آدم که در زندگی شخصی خود البته در قالب دوستای خود و فامیل خود باشه. هیچ فکر میکنم که نیاز ندارم من که در سوشل میدیا برم و وقت خودم اونجا زیاد ضایع کنم. سوشل میدیا نشه که از کامنت های مردم احراز داشته باشین از قضاوت ها یا نه بیادر من در یوتیوب در نامه ما که می آمد اولین کار که میکردم من میخواستم کامنت ها رو بخوانم میخواستم بخوانم این چیز رو میکنم من همیشه ویدیوهای ما که نشر میشه من کامنت ها رو میخوانم و سوشل میدیا رو من حیث یک البته منبع معلوماتی نیوز و افکار مردم در مورد یکان سوژه هایی که رد و بدل میشه به اینمی استفاده میکنم و افکارم افکار روزمره میگه چون روزمره نه خواهی اکان موضوعاتی که بر من خیلی مهم باشه باز براوز میکنم میبینم سعی میکنم کدام موضوع است مهم است باز کلیک میکنم کامنت های مردم رو میخوایم بفهمم چیزای مهم پیدا کردین کدام باز؟ خیلی چیزای مهم پیدا کردین در این روزهای آخر خب بیخین دلم از فیسبوک بد شده چرا؟ به خاطر از اینکه زیاد توطیه های زیاد البته اخبار فیک است بله. هر کسی یک نظر خودم اندازه بدون از اینکه مردم یک گپ درست بسنجن و این تاثیرات خود داره تاثیرات منفی خود در جامعه داره به این خاطر من در این روزا که از بیخی از فیسبوک دور هستم باز هم یکان معلومات خوب است و بی بی سی و سی این این و الجزیره و دیگه و دیگه کل یزید فیسبوک آمده ضرور نیست که وبسایت های جداگانه را شما کلیک کنین باز نیوز در مورد افغانستان یا جهان ببینین در فیسبوک یکان چیزای خوبی هم است اگر درست استفاده شد و از اونمو استفاده میکنم البته بعضی جیرا علاقه دارن که هر وقت عکس های نو خود بمانن با یک برند خوب چون شما یک میگن دوستتان میگن که شما یک شیک پوش و برند پوش هستین سات بسیار فوق العاده می داشته باشین دریشی و لباس بسیار فوق العاده می داشته باشین خوشندر عکساتون مردم ببینه در اونجا باز نه من خود به خاطر ازوان نمی پوشم ببینین من براتون بگم برند پوش رو شما هم هستین این لغت این لغت که هست درست تفسیر و ترجمه زیر درست نمی کنه مردم هر کمپانی که یک چند تا چیزا رو جور میکنه هپی انرژی درینک یک برند هست درست آله برند های خوب هم هست، برند های خراب هم هست برند های خیلی قیمت هم هست و برند های ارزان هم هست من یگانه کاری که می کنم در لباس و در بوت، در آینک و در سات در این سه چیزا جدی هست، بوت خیلی حساس هست بخاطر از اینکه کل روز سر شما در سر پای خود هستین اگر بوت هایتان درست نباشه 10 سال بعد 15 سال بعد کمر درد میشین خیلی باید دقیق باشین ده بود خب چشم و آینک هم اونمطور یک چیزی هست که باید چشم آبد چشمای خدا و ساعت یک شوقی است او را فقط به خاطر شوق میکنم خود زیاد ساعت هم ندارم چند تا ساعت داره این امیرو میپرسیم؟ نه ندارم من خب. زیاد ساعت ندارم خب اگر میخرم باز ساعت میخرم که دل خودم باشه درست خب یک چیزی هست باز هم برتان میگم من آدمی هستم که اصلا شاپینگ دوست ندارم خب اصلا شاپینگ دوست ندارم میخوایم که سال یک دفعه شاپینگ برم و من که هست کیفیت ترجیح میتم به قیمت یک جنس به خاطر از اینکه اینمی کالا رو دیدین شما اینمی کالا شاید یک سال دیگه هم پیش ما باشه و اگر من یک چیز خوبه بخرم که کیفیتش خوبش باشه یک سال که من اونمو کار میده بله بله و اگر یک چیز که بی کیفیت بخرم و ارزانتر بخرم او رو باید من بار بار تبدیل کنم به این خاطر من نمیخوایم که یک چیز ارزان بخرم یا کیفیتش پایین باشه میخوایم که کتازونمو یک سال یک و نیم سال خود تیر کنم بله بله میرم یک دفعه سال یک دفعه 5-6 جوره 7 جوره 8 جوره بر خود پیران و تنبان و پتلون و دریشی میخرم میایم در خانه خلاص است بر خانه سال ما بر اونا هم امی چی را جور کردیم؟ بر هر کسی خواه. اگر دوستای ما هم هست یک توفیه اگر بر دوستای خودم میخرم البته اون چیز بر شما انتخاب میکنم که من خودم میپوشم یا بر خود انتخاب کنم درست پیشتر در مورد فیسبوک صحبت میکردیم گفتین که من کمتر در فیسبوک میباشم و به یک قسمت صحبتتان ای بود که بیشتر با خانواده یا حداقل با خود راحت میباشم میخوام بپرسم که چقدر وقت با خانواده میتین؟ من روزانه در خانه هستم البته اصلا تو باید بگویم با ورزش چقدر وقت میتین؟ فعلا خدای روزا راست خود بگویم من خودم ورزش نمی کنم بعد از اینکه عملیات پایم شد یک ذره مشکلات پیدا کرد و کوشش میکنم وزن خود و
دیگه مسائل بدنی خود از نگاه خوراکی که میخورم که زود در دایت خود کنترل کنم. من زیادتر وقت یا کت دوستا هستم یا کت خانواده خود هستم. اگر در کار وظیفه خود نباشم در خانه هستم یا کت دوستای خود هستم. دوستای ما هم که هست همگی ما یک اپ درک میکنیم که ما زیاد نمیتونیم که با یکی دیگه خود وقت بتیم. این گپ که هست همه دوستای ما درک میکنن این موضوع را، چون کل دوستای ما فامیل دار است، کل دوستای ما اولاد دار است. و همین که هفته یک بار و دو بار ما میشینیم با یکی دیگه، اما بر ما کفایت میکنه. گله وجود نداره که چرا نامدی، من کلگی میفهمم این موضوع را. خب هر وقتی که میشینیم اینطور میشینیم که خیلی صمیمانه و رفیقانه ای گپای گله و ملت بین دوستای ما نمی باشه، چون که هر کس اولویت های کاری خود و اولویت های زندگی خود می فهمن. پس الحمدلله می گروپ دوستای ما هم که هست خیلی بچه های روشن هستن، خیلی بچه های با استعداد هستن و بچه راضی هستن. من راضی هستیم از گروپ دوستای خودم. هیچ وقت به کار غلط ما را دعوت نکرده، همیشه کوشش کرده که به یکی دیگه خود برسن و یکی دیگه خود البته کمک کنه در چیزای درست. بله درست. بسیار تشکر. حمایت کننده برنامه ما هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده کنین. خب دوستای اشاره میکنن که وقفه باید بریم، وقفه داریم، بعد از وقفه سوالات بعدی. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه در پایان هستیم. ما میخواییم ذهن شما را بخوانیم، چند تا کلمه میگیم، این کلمه را شما فقط سه تا کلمه است، شما اولویت بندی کنین کدامش اول دوم سوم. فقط اما قدر حق دارین، بیشتر توضیح حق ندارین در مورد این کلمات بتین. من فقط کلمات به ترتیب خود ما میخوانم، شما اولویت بندی کنین کدامش را اول میمونین، کدامش دوم، کدامش سوم. یک، خوردن، خوابیدن، کار کردن. خوردن خب بیخی آخر است. خب آخر است. در این روزا همه ایش نان نمیخورم. نان نمیخورین؟ خب 24 ساعت یک وقت نان میخورم. خب ترتیب بود آخر شد. ایال خوابیدن و کار کردن خیلی یک سخت است؟ سخت است. من فکر میکرم که اگر آدم یه ایره میگم خوابیدن، کار کردن و خوردن. درست. خوابیدن اول. خواهم پورم باشه باز من خوب کار کردم. درست درست. دوم، برخورد، دشنام، معذرت. من میخوام توضیح بدم. توضیح اجازه نیست. معذرت اول. معذرت اول. دوم، برخورد. برخورد. آخر، دشنام. خب در این مورد یک گپ میزنم باز ما پیش میریم. بگین. زندگی من البته یک چیز من فهمیدم که سختترین کاری که یک انسان کرده میتونه من حیث یک مرد و بهترین کار کرده میتونه معذرت خواهی است. معذرت خواهی. شما اگر یک اشتباهی کردین من حیث یک مرد، البته خب ما کردیم، ما اشتباهات خیلی زیاد کردیم در زندگی خود و هنوزم یکان دفعه من افسوس میکنم که چرا ما معذرت نخواستیم. جاهایی که معذرت نخواستیم. جاهایی که معذرت نخواستیم، چرا معذرت نخواستیم؟ بسیار دیر البته این گپ ما فهمیدم، خوال فهمیدم که خیلی خیلی دشوار است برای یک مرد، چون که اون کبر کاذبی که در وجود انسان باشه، غرور اجازه نمیده که یک آدم بخیزه و یک معذرت بخواه و مشکل خود و گناه خود و اشتباه خود بپذیره و توضیح بده. درست. و من وقتی که اینه می گپ فهمیدم، بار به خدا کنین که خیلی یک بار سنگین از شانه های ما که هسته سبک شد. من از دوستای خود، از رفیقای خود، از مردمی که ما کتشان ششت خیز داشتیم، از بیشتر از یا بعد از اینمی فهمی که اگر من سر خود اینمه که حاکم باشم که بفهمم که کت معذرت هایی من کم نمیشم، بازم اونم امانالله نورستانی هستم، او را که درک کردم از دوستای خود خیلی معذرت خواستم و توضیح هم دادم و بعد از این که هست فکر میکنم که هر جایی که اشتباه میکنم معذرت خواهی میکنم. درست. قرار بود شما فقط یک جمله بگوین مگر بیشتر گفتین. تمرین، تفریح، مطالعه. تمرین، مطالعه، تفریح.
تمرین مطالعه تفریح. به خاطر از اینکه خود تمرین هم یک تفریح است و خیلی خوب هم است. اندورفین در وجود تان زیاد میشه، خوش نگاهتان میکنه. احترام، پیسه، شهرت. احترام شهرت نمیگم، عزت میگم. باز پول. درست. شهرت احترام. شهرت اصلا به ما معنی نداره. شهرت، احترام، عزت، باز پول. پول. البته. خب، بسیار تشکر. آدم از اشتباهات خود زیاد یاد میگیره یا از افتخارات خود؟ از اشتباه های خود. وقتی که اشتباه نکنی افتخار کسب کردن نمیتونی. اگر اتفاق افتاد هیچ انسان افتخار میتونه بعدم چیزی هیچ انسان بتن؟ پرفکت نیست. ببینین هیچ انسان پرفکت نیست. ما وجود خود که اصلا ناقص هستیم و اگر ما نلخشیم و اگر ما اشتباه نکنیم و یاد نگیریم، ما افتخار درست کسب کردن نمیتونیم. اگر خدا یک چیز برات میتا و کار الهی است، او علیده گپ است. خو از نگاه بشری و انسانی باید یاد بگیری، باید بلخشی، باید بخیزی و تعقیب کنی و موضوع را یک چیز به دست بیاری. چقدر به اراده و اختیار انسان باور دارین؟ یعنی فکر میکنین انسان خودش میسازه یا حوادث و روزگار؟ ببینین، من فکر میکنم این گپ های مهمی که در زندگی انسان هست، یک آدم وزیر میشه. ایره خدا برتان در تقدیر خود فکر ما نشته است. درست. راه مانده که از کدام راه تو وزیر میشی بیادر. یعنی تو وزیر میشی که شب هیچ خبر نداری، کس بر تلفن میکنه وزیر میشی؟ نه. یا نه برش زحمت میکنی؟ نه، البته تو راه های مشروع و غیر مشروع را که خداوند بر ما می قوت انتخاب داده، انتخاب درست و انتخاب نادرسته، ما از کدام راه استفاده میکنیم و میرسیم به اون مقامی که خداوند بر ما نشته کرده. این مهم است و این امتحان انسان است. درست. البته من میتونم آخر مقصد منزل آخر من که خدا که بر من تقدیرم نشته کرده وزیر بودن هست. حال من از راه نامشروعش پیش میرم، مردم رشوت میتم، کرسی خودم میخرم و یک چند دوستایی که دارم سفارش میکنم، واسطه میشم اونجا میرسم، یا کار میکنم، زحمت میکشم، واقعا بر اونجا خودم میرسم. اوکی. از خود چقدر راضی هستین؟ هیچ. چرا؟ یعنی چند نمره میتین؟ من خودم کل زحمت های اکتالی کشیدین، امی کسی که هستین؟ کسی که هستم منوز ناتکمیل هستم. اما نورستانی با مرگ خود تکمیل میشه و یک کس دیگه قضاوتش میکنه. انسان قضاوت خود قدر نمیتونه. تا اون وقت تلاش، زحمت ادامه داره ساخته شدن. انسان است. ولی تا هنوز 34 سالگی. تا هنوز هم میگم که کارهای زیادی کردیم. البته بسیار یاد گرفتیم. میفهمم که کدام اشتباهاتی که ما کردیم، اونم اشتباهات تا پیش خود نوت کردیم، کوشش میکنیم که تکرار نکنیم در آینده. البته اگر منزل خود، مقصد خود به می چیز کوچکی که تا بال در زندگی ما شده ما قید بسازم، باز اندیشه پیشرفت ما که از قید میشه. یعنی خودتون باور دارین همین قدر که دیده شدین و شناخته شدین همین قدر نیستین؟ یعنی بسیار بیشتر از این. خب بیشتر از این فرق نمیکنه که من چی فکر میکنم در مورد خود. فرق این میکنه که من چی میتونم تقدیم کنم بر جامعه خود. درست. شاید من در نظر خود افلاطون باشم، فرعون باشم، در نظر خود فرض مثال آینستاین باشم. خب شما از من چی برداشته میکنیم او مهم است. در آخر روز امان الله نورستانی چند تا دعاگو بر خود در داخل زینمی دنیا میمانه که دست خود بالا میکنه و میگه یا خدای امان الله نورستانی را ببخشی به خاطر از اینکه یک آدم خوبی بود، یا خدای فامیلی گناه هایی که کرده و نمور معاف کنی به خاطر از اینکه به جامعه افغانستان خود یک چیز تقدیم کرد، یک کاری کرد که 10 سال، 20 سال، 100 سال بعد که امان نورستانی میمونن یک چند نفر که هست در سر زبانشان و در قلبشان. درست. نام ما باشه. پس طبعا باید آدم خوشبین باشین دیگه. هستم آدم خیلی خوشبین هستم و همیشه این فکر میکنم که انسان هیچ وقت مایوس نشه. هر حالتی که سر انسان میآید، ببینید 4 چیز خدا برتان ضمانت داده. اگر ایمان و عقیده تان مستحکم است، سر از این 4 چیز اصلا چرت باید نزنین شما.
یکی که چی وقت پیدا میشین زندگیتان است، درست است، رزقتان است، نکایتان است، مرگتان است. یه انسان اصلا هیچ گفته نداره و هر چیز دیگره که خداوند برتان دهی دنیا که است من حیث یک امتحان پیش میاره، خدا خودشان گفته که من بر تو توانایی ازیره دارم. بله. هر چیزی که سختیه که سرت میایه، گفت بیشتر ازی که تو بارشه ببری از او که زیاد سختی برت نمیتم. پس مشکل چی؟ پس چرا بدبین باشی؟ بله درست. پس چرا مایوس باشی؟ به این خاطر میگن میگن کسی که مایوس است فامیلی نزدیک به کفر و شرک است، به خاطر از نمی کار. خداوند میگه من ضمانت از نمی چیزهای تا کردیم. آخرین سوال برنامه سراچه است، فقط اگر بتانین در یک جمله بگوین زندگی یعنی چی؟ تجربه. تجربه امی تحلیل زندگی و عشق بر من یک چیز است. زندگی و عشق. مردم میگه که عاشق شدی عشق چی است؟ هر کسی یک تفسیر خدا داره. ببینید زندگی یک تجربه هست، تجربه من متفاوت به تجربه شما هست. پس چی رقم ما بتوانم که 7 میلیون نفری که اینمی زندگی را به تجارب مختلف پیش میبرم تشریح کنم؟ میشه که در آخر زمان وقتی که تاریخش خوانده میشه یک در بین 7 میلیارد نفری که تعداد مشابه باشن، تعداد مشابه باشه و او را در یک کتگری شما پردین که یک کتگری زندگی است، دیگه کتگری زندگی است. خود تشریح کردن، توضیح دادن یک کار فکر نمی کنم. تجربه هست، شما تجربه خدا میبرین، من تجربه خدا میبرم و عشق من متر هست. بسیار تشکر آقای نورستانی. تشکر از شما، از اینکه در برنامه با ما بودین بسیار خوش شدیم و لذت بردیم. زنده باشین. تشکر از شما که مرا قابل دانستین که در برنامه خود خواستین، افتخار بخشیدین. بیننده های غیر حاضر برنامه را دعوت میدیم که برنامه را در یوتیوب ببینن. از همه شما سپاسگزار هستم. برنامه سراچه ای هفته به پایان رسید. از همکارا هم تشکری میکنم. خداوند یار و نگهدار همه باشد.